به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. هشدار زدن به زخم کهنه 30 ساله. دوست یا دشمن؟ کربلای 4 چه کسی را فریب داد؟ در ادامه برنامه، بانک مرکزی ایران میگوید برای جلوگیری از سردرگمی نرخ تورم را اعلام نمی کند. نبض تورم فقط در دست مرکز آمار. مذاکرات نمایندگان طالبان در تهران، جایگاه ایران در روند صلح افغانستان چیست؟ و تصاویری زیبا از زشتی ها، نمایشگاه عکس های هنری فر در موزه علوم طبیعی برلین. سلام و عصر بخیر، من رنا رحیم پور هستم و من باران عباسی. واکنش غیر منتظره افکار عمومی به توییت محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران ایران، او را واداشت به پاسخگویی. آقای رضایی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت که در انتخاب کلمات برای توییتش دقت کافی نکرده و عملیات کربلای 4 عملیات اصلی بوده نه عملیات فریب. آقای رضایی در حساب توییترش نوشته بود عملیات کربلای 4 برای فریب دشمن انجام شد. با عملیات کربلای 4 به دشمن وانمود کردیم که عملیات سالانه ما تنها همین بوده. توییتی که واکنش بسیاری از کاربران را در پی داشت. از حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری، که خواستار پاسخگویی به پرسش‌های مطرح درباره رازهای سر به مهر جنگ ایران و عراق شد، تا آسیه باکری، فرزند حمید باکری، از فرماندهان کشته شده جنگ ایران و عراق که خواستار سکوت آقای رضایی شده. در آن سالها در جبهه‌های جنگ ایران و عراق چه گذشت؟ در این مورد بیشتر حرف می‌زنیم. ببینیم بخش‌هایی از صحبت‌های محسن رضایی را. عملیاتی کربلا 4 رو ما برای این انجام داده بودیم که از اروند عبور کنیم و اگر راهمون باز بود ما دیگه از شلمچه ادامه نمیدادیم، از همون جزیره ام الرصاص میرفتیم، از جنوب بصره در می اومدیم که اگر نقشه باشه رو نقشه هم میشه توضیح داد. منتها وقتی ما دیدیم که جزیره ام الرصاص بسته است و مصلحت ما نیست، تقریبا دیگه ساعت 5 و 6 ما دستور عقب نشینی دادیم. هیچگاه ما عملیات های بزرگمون یه مرحله ای که نبوده، که عملیات کربلا 4 که ما صبح دیگه مطمئن شدیم کجاها بازه و کجاها بسته است، متوقف کردیم، ادامه ندادیم. بعد ما 260 گردان نیرو آورده بودیم پای کار، قرار بود 60 گردان توی مرحله اول وارد بشن. ساعت 3 و 4 به بعد که من متوجه شدم دیگه بیشتر از 40 گردان وارد نکردیم، 20 گردان دیگه رو با اینکه مصمم بودیم همون شب وارد عمل کنیم متوقف کردیم. محسن رضایی بود. مهدی طلعتی، پژوهشگر امنیت ملی دانشگاه زوریخ که در عملیات کربلای 5 حضور داشته، از سنت گالن سوئیس با ماست و همچنین حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل در بریتانیا. آقای آریان در سالهای ابتدایی جنگ افسر نیروی دریایی ارتش ایران بوده. آقای طلعتی با شما شروع می‌کنیم. ساز و کار تصمیم گیری در سپاه پاسداران در اون سالها چه بوده؟ ببینید، سپاه یه شورای فرماندهی داشت که این شورای فرماندهی با توجه به نقشی که در جنگ برای سپاه تعریف شده بود، یه سری عملیات رو به صورت سالیانه برنامه ریزی و اجرا میکرد و معمولا به خاطر توان اقتصادی کشور و بنیه تسلیحاتی نیروهای مسلح معمولا ما یک عملیات سراسری به صورت سالیانه داشتیم و عملیات‌های کوچک دیگری هم انجام می‌شد، ولی عمده توان اقتصادی و تسلیحاتی سپاه و کل نیروهای مسلح صرفاً کفاف یک عملیات بزرگ رو می‌داد که هر سال اجرا می‌شد و تبدیل به یک رویه شده بود. بنابراین همونجور که ما این انتظار رو داشتیم که هر سال این عملیات انجام بشه، عراقی‌ها هم به صورت کامل این رو می‌دونستن که هر سال ایرانی‌ها یک عملیات وسیع دارن و از این نظر در بعضی از مواقع آمادگی داشتن برای مقابله. آقای آریان، آقای رضایی در بخشی از صحبتاش گفته که خیلی از عملیات‌ها لو می‌رفت، این هم عملیات مشابهی بوده. چقدر قابل قبول این گفته از شما؟
خوب عملیات لو رفتی جای هیچ گونه شکی نیست. عراقی ها اطلاع داشتند و واکنش شدیدی هم نشون دادند و شمار کشته شدگان کربلای چهار که بین 9 تا 12 هزار نفر تخمین زده مبین این موضوعه. اما به باور من این آگاهی عراقی ها بیشتر از ناحیه اطلاعاتی بوده که آمریکایی ها به عراق داده بودن، برای اینکه بعد از ولفجر 8 و در واقع حضور نیروهای ایرانی پس از عبور از اروندرود و استقرار در شبه جزیره فاو، آمریکایی‌ها به بیشتر کشورهای غربی به این نتیجه رسیدن که ایران ممکنه، یعنی به توانایی دست پیدا کرده که ممکنه که عراق شکست بده. به همین جهت یک تصمیمی گرفتن به این معنا که ایران جنگ رو نبره و عراق جنگ رو نبازه. در این راستاست که اینها وارد عمل شدن. به باور من اطلاعات و تحرکات قوای ایرانی رو به عراقی‌ها دادن و کمک کردن که این عملیات کاملا نو بود. آقایون با ما بمونین، گزارشی داریم درباره همین موضوع. اون گزارش رو با هم ببینیم، برمیگردیم به بحث. خدا. مراسم تشییع شماری از رزمندگان ایرانی جنگ با عراق 3 سال پیش. در میان آنها شماری غواص بودند که 3 دهه پیشتر در عملیات کربلای 4 کشته شدند. عملیاتی در جهت تصرف بصره که لو رفت و هزاران کشته، مفقود و مجروح به جا گذاشت. فرمانده وقت سپاه پاسداران 3 روز پیش درباره عملیات کربلای 4 در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که آن عملیات برای فریب دشمن انجام شد. این حرف محسن رضایی جنجال گسترده‌ای به راه انداخت و بسیاری از مردم از او خشمگین شدند. گفته شده خانواده بعضی از رزمندگانی که کشته شدند می‌خواهند از او شکایت کنند. حتی بعضی از مقام‌های دولتی هم به حرف او واکنش نشان دادند، از جمله وزیر ارتباطات که یک عضو خانواده‌اش در جنگ کشته شد. با مادرم تلفنی صحبت می‌کردم. داستان عملیات کربلای 4 به گوش او هم رسیده بود. پرسید این حرفایی که می‌زنم واقعیت دارد؟ گفتم خیلی‌ها رد کردند. گفت به آقایان بگو اگر ولفجر 8 هم فریب بوده تا زنده ام چیزی نگویند. مادران شهدا تا به شنیدن این حرفا را ندارند. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران هم محسن رضایی را خودشیفته خوانده و گفته که بین عملیات فریب و عملیات لو رفته تفاوت از زمین تا آسمان است و آقای رضایی باید خود را برای سوالات سخت آماده کند. برخی از کاربران از همین جمله شما انتقاد میکنند و میگن که عملیات فریب با هزاران شهید در منطق در واقع مدیریت جای نمیگیره. محسن رضایی که حالا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، امروز در برنامه تلویزیونی حاضر شد و گفت در انتخاب کلمات آن توییت جنجالی دقت نکرده بود و منظورش این نبوده که عملیات کربلای 4 از اول برای فریب دشمن طراحی شده بود. خدای متعال به ذهن ما انداخت که الان موقع خوبیه که این تلاشی که ناکام شده همین رو تبدیل به فریب بکنیم. نه اینکه از اول تو ذهن ما این بود که کربلای 4 فریب بشه، ولی کربلای 4 رو چه موقع تبدیل به فریب کردیم؟ 24 ساعت بعد. قاسم سلیمانی فرمانده فعلی نیروی قدس سپاه پاسداران که آن زمان از فرماندهان عملیات بود هم گفت کربلای 4 برای فریب طراحی نشده بود. عملیات کربلای 4 معامله اصلی بود، اما وقتی با سرعت کمتر از 15 روز معامله کربلای 5 را که بسیار بزرگتر و توفنده تر از کربلای 4 بود و ما را به کرانه بسر رساند انجام دادیم، دشمن تصور کرد که عملیات کربلای 4 یک عملیات فریب بوده. ولی از دید ما کرانه کربلای 4 عملیات اصلی بود و ما بر مبنای عملیات اصلی سرمایه گذاری های بزرگی کردیم. اکبر هاشمی رفسنجانی که فرمانده جنگ بود 3 سال پیش در مصاحبه‌ای گفته بود او و محسن رضایی تصمیم گرفته بودند که برای توجیه شکست عملیات کربلای 4 و خونسا کردن تبلیغات دشمن وانمود کنند که آن عملیات یک عملیات فریب بود. آقای رضایی امروز گفت که تصمیم‌ها درباره آن عملیات جمعی بود. اینکه بعضیا گفتن فلانی شخصی عرفان نیست، امام میدونست، شورای عالی دفاع که مقام معظم رهبری در شورای دفاع بود میدونست، آقای هاشمی که اومده بودن
از سمت بوشهر بیان به سمت منطقه. گفتم برای اینکه عملیات لو نره با آقای روحانی هم بودن. بله بله با آقای روحانی اونجا بودن. محسن رضایی و قاسم سلیمانی هر دو تاکید کردند که هر عملیاتی کم و بیش لو میرفت و لو رفتن نمیبایست مانع اجرای عملیات باشد. ما اگر بخوام میخواستیم بر مبنای این تصمیم گیری بکنیم هیچ عملیاتی را نمیتوانستیم انجام بدیم. هیچ عملیاتی قابل انجام نبود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته فرماندهان زمان جنگ باید پاسخگو باشند که چه اتفاقی افتاده، ولی این مباحث نباید در فضای عمومی مطرح شود، چون به گفته او افکار عمومی را دچار ابهام می‌کند. از آقا محسن بپرسید که آیا محیطی چون توییتر فضای مناسبی است برای تبیین مباحث خطیری چون دفاع مقدس و عملیات کربلای چهار؟ نه قبول دارم. خود آقای رضایی هم گفته که نمیبایستی در توییتر درباره وقایع زمان جنگ حرف میزد. سعی میکنم که دیگه در توییتر از جنگ صحبت نکنیم، تو فضای بازتری در واقع صحبت بکنیم. مقامات در شبکه‌های اجتماعی درباره وقایع خطیری مثل جنگ حرف بزنند یا نزنند، به نظر نمیرسد که طرح و بحث این موضوعات در شبکه‌های اجتماعی متوقف شود و کاربران تصمیم گیران را به چالش و پاسخگویی نطلبند. مجید خیام دار، BBC. مهدی طلعتی پژوهشگر امنیت ملی دانشگاه زوریخ با ماست و حسین آریان تحلیلگر امور نظامی. آقای طلعتی در عملیات کربلای 5 حضور داشتند و آقای آریان در 3 سال اول جنگ از افسران نیروی دریایی ارتش بودند. آقای طلعتی خاطرتون هست که اون روزها سربازان اطلاع داشتند که آیا این عملیات لو رفته یا نه و نظرشون چه بود راجع به اجرای عملیات؟ ببینید، ما اون موقع توی لشکر 27 تهران بودیم و توی یکی از گردانهاش بودیم. چیزی که توی منطقه و بین بچه ها شایع شده بود این بود که عملیات لو رفته و با شکست مواجه شده. ما یک دوستی داشتیم که این یکی از کاتبان جنگ بود، یعنی از روایتگرهای جنگ بود، از کسایی بود که به صورت سیستماتیک مأمور می‌شدن به در کنار فرماندهان ارشد لشکرها و تیپ‌ها باشن و تمام اعمال اینها رو ثبت می‌کردن برای اینکه بعداً به صورت آرشیو باقی بمونه. ایشون خودش به من گفتش که اون شب شب خون بود و خیلی از بچه‌ها توی اون حادثه کشته شدن متأسفانه. ولی بحث بر سر این هستش که این عملیات باعث نشد که عملیات بعدی تقویت آمیز باشه، ولی از این نظر که همه میدونستن این یک عملیات شکست خورده است، این کاملا مورد قبوله و تقریبا میشه گفتش که عملیات اصلی بود که صورت گرفت. ولی هنر فرماندهان جنگ در این زمان این بود که از این عملیات شکست خورده تونستن لشکرها رو بازسازی بکنن و بعدش عملیات کربلای 5 رو برای حفظ روحیه و توان نیروهای رزمی اون زمان نگه دارن. در هر صورت عملیات کربلای 5 با اینکه خیلی متاسفانه تلفات داد، ولی تونست اون روحیه جنگ رو نگه داره، هرچند باعث شد که توان نظامی ایران برای مدت‌ها پایین بیاد. آقای آریان، شما اطلاع دارین که در اون روزها نظر ارتشی‌ها چه بود؟ اختلاف نظر زیاد بود بین ارتش و سپاه. سازوکار همفکری بین ارتش و سپاه چه بود؟ همفکری اونچنانی نبود. ببینید، هیچ موقع یک ستاد مشترک ارتش و سپاه وجود نداشت. اختلافات بسیار شدیدی بین نیروی زمینی ارتش و سپاه بود. حتی یه موقعی گفته بودن که یک برای همکاری بیشتر شماری از فرماندهان سپاه برند فرماندهی یکانهای ارتش رو به عهده بگیرن و بالعکس. هیچ موقع عملی نشد. سپاه راه خودش رو پیش گرفت و وزارتخونی خودش تأسیس کرد و در این عملیات در واقع کربلای 4 و به احتمال قوی برای کربلای 5 نیروی زمینی ارتش فقط پشتیبانی توپخانه داد و اونم در سطح محدود، برای اینکه از نظر سلاح و تجهیزات واقعا ارتش در مضیقه بود. و این اختلافاتی رو که به هر حال وجود داشت اصلا سیستم کنترل و فرماندهی نیروهای مسلح رو به هم زده بود. اشکالات دیگری هم در این واقعا عملیاتی که اینا انجام میدادن وجود داشت. سوء مدیریت بود، نداشتن دانش نظامی بود. ببینید، تحریزی برای یک جنگ، برای این فرماندهان جوان که هیچ گونه تجربه نظامی نداشتن، همه اینها رو شما به حول قوه الهی به شما متجلی نمیشه با سر
به مهر گذاشتن متجلی نمیشه. اینها رو همیشه عملیات را به باور من فرماندهان سپاه با طریق در واقع آزمون خطا انجام دادن و به شیوه امواج انسانی که خوششون نمیاد این عبارت رو بشنون. به همین جهت ایران تلفات بسیار زیادی داد و فرماندهان سپاه فضاحت‌های بسیار زیادی را به بار آوردن و هیچ موقع جوابگو نبودن در مقابل ملت ایران و اون مادران و پدرانی که جوانانشون پرپر شدن در جنگ. آقای طلعتی، فکر می‌کنین ایران گزینه دیگری داشت؟ ببینید، من اول یه صحبتی بکنم. تمام تلاش‌هایی که شد برای همگرا کردن ارتش و سپاه متأسفانه با شکست روبرو شد. این دو تا سازمان، دو تا سازمان رزم مختلف داشتن که به هیچ وجه با هم مچ نمی‌شدن و نمی‌شد اینا رو با هم دیگه ادغام کرد. بعد از ولفجر مقدماتی، ولفجر یک انجام شد. توی ولفجر یک برخی از تیپ‌های سپاه رو مستقیما با تیپ‌های رزمی ارتش ادغام کردن، ولی اصولا سازمان رزم ارتش به خاطر حالا اینکه اصولا روحیه دیگه‌ای بهشون حاکم بود، قابل انتباه با سازمان رزم سپاه نبود. سپاه رو سنگین میکرد. این درسته که شیوه متاسفانه شیوه سپاه در برخی از مواقع شیوه آزمون و خطا بود، ولی بعد از اینکه شما اگر دقت بکنید بعد از جنگ سازمان ارتش به صورت کلی از هم پاچیده بود، اعتماد خاصی به ارتش نبود و بار اصلی جنگ رو دوش همین فرماندهان جوان و بی تجربه بود که خوشبختانه تونستن تمام اون مملکت رو وجب به وجب حفظ بکنن. و به نظر من بحث بر سر اینه که مسئله جنگ رو نباید سیاسی کرد. مسئله جنگ رو باید در یک محیط آکادمیک باید نشست و مسائل رو بازگو کرد. از حب و بغض‌های سیاسی باید برطرف کرد، به دور بود. در هر صورت مسئله‌ای که هست این هستش که بله، از توان ارتش به صورت کامل استفاده نمی‌شد، ولی در اون شرایط شاید هم از نظر من چاره دیگه ای نبود به غیر از این و دنیا علیه ما بود. ایران از نظر تسلیحاتی تحریم بود و تنها تکیه‌ای که اون مملکت داشت به همین فرماندهان بی تجربه بود که خوشبختانه تونستن اون مملکت رو حفظ بکنن و به نظر من هممون باید مدیون اونها باشیم. هرچند به نظر من تکرار نشستن و صحبت از این اشتباهات مانع از این خواهد شد که در آینده این اشتباهات مجددا تکرار بشه، ولی در هر صورت اون همونقدر که توان بود در همون حد هم تونستن اون مملکت رو نگه دارن. آقای آریان، از دید آقای طلعتی چنین اشتباهاتی گریزناپذیر بوده؟ خب این فرماندهان سپاه، ببینید فاش میگم، از این تامات ها زیاد میبافند و از این حرف ها رو زیاد تحویل ملت ایران دادن که به هر حال کسی نبود، ما بایستی میرفتیم جلو و این کار رو انجام میدادیم. بسیار خوب، ولی از کنار یک نکته بسیار اساسی میگذرد. ارتشی رو که در ایران وجود داشت و به اون حال نزار افتاده بود، اینها بر اثر اقدامات همین رژیم جمهوری اسلامی بود. خودشون ارتش رو به اون حال و هوا انداخته بودن و این رو به اون وضعیت فلاکتبار انداخته بودن در اول جنگ. بگذاریم که بعداً خرمشهر رو همین ارتش آزاد کرد. آقای آریان، فکر کنم بحث یه ذره از کربلای چهار داره دور میشه، تبدیل میشه به بحث سپاه و ارتش. اگر که بتونیم مسئله کربلای چهار رو به نتیجه برسونیم ممنونتون میشم. خب کربلای چهار رو به هر حال اجرا کردن و پشت سرش، یعنی با شکست کامل واقعاً روبرو شد و برای اینکه از نظر برنامه‌ریزی، از نظر آموزش، از نظر کنترل فرماندهی و از نظر در واقع لو رفتن به نتیجه نرسید. کربلای پنج اینا جز عملیات تهاجمی کربلا است که ایران انجام داد و مهمترینش همون کربلای پنج بود که اون هم بعد از 50 روز به نتیجه نرسید، با اینکه از 2 جناح یعنی به صورت گازانبوری حمله کردن از اطراف دریاچه ماهی، ولی هر قدر که به جلو رفتن پیشروی داشتند، پیشرویشون خوب بود، ولی هر قدر که بصره نزدیکتر می شدن به زمین های سفت می رسیدن با موانع بسیار سخت عراق مواجه می شدن. این کربلای پنج بعدش واقعا تمام وضعیت جنگ رو تغییر داد، یعنی یه تغییرات اساسی در ارتش عراق به وجود اومد،
خیلی خلاصه میگم و نتیجتاً صدام حسین دست زد به عملیات پنجگانه توکلنا علی الله، در عملیات دوم فاو را آزاد کرد. همزمان با این آمریکایی‌ها هم وارد عملیات شدن، عملیات آخوندک را انجام دادند و به طور کلی با توجه به بین المللی شدن جنگ در خلیج فارس، در نهایت سرنوشت جنگ در خلیج فارس رقم خورد و ایران مجبور شد قطعنامه 598 رو قبول بکنه. آقای طلعتی، به عنوان کسی که بعضی از همرزمانش رو هم در کربلای 4 هم در کربلای 5 از دست داده، آیا گفته های محسن رضایی شما رو قانع کرد؟ آیا از دید شما این عملیات فریب بوده یا یک عملیات لو رفته؟ ببینید، از دید من این عملیات یک عملیات اصلی بود. خب یه عملیاتی بود که همه ما منتظرش بودیم انجام بشه و از این نظر هم ارتش عراق هم همین برداشته داشت، ولی ارتش عراق این تصور رو نداشت که بعد از یک همچین ضربه‌ای که ساختار نظامی ایران خورد مجدداً بتونه در طی 15 روز خودش رو جمع و جور بکنه و عملیات وسیعی رو تو اون منطقه اجرا کنه. ببینید، من راجع به اون منطقه بگم، منطقه شلمچه از زمان عملیات رمضان که من تو اون عملیات هم بودم، یکی از مناطقی بود که به شدت توش استحکامات و موانع کار گذاشته شده بود به خاطر اینکه نزدیک بصره بود و ایران توی عملیات رمضان حتی به بزرگراه بصره هم رسید ولی نتونست حفظ کنه و برگشت. از این نظر برای عراق بسیار حیاتی بود. همه ماهایی که توی عملیات رمضان بودیم به نوعی توی وجودمون این مسئله وجود داشت که یک زمانی مجدداً اینجا عملیات برگزار خواهد شد و بعد از اون قضیه عراق هم توی اون منطقه به شدت سرمایه گذاری کرده بود، اون دژهای مثلثی رو تبدیل به دژهای نونی کرده بود که گفته میشد با همفکری اسرائیلیا ساخته شده. اصلا منطقه پر از موانع بود. همین که ایران تونست ضربات غیر قابل انکار به نیروی زرهی عراق بزنه و بخشی از زمینهای ایران رو تو کربلای 5 آزاد بکنه نشون دهنده این هستش که کار بزرگی اونجا انجام شد. بله، عملیات اصلی عملیات کربلای 4 بود و هنر فرماندهان جوان ایران تر اون زمان این بود که تونستن از اون شکست عملیات موفق کربلای 5 رو بیرون بکشن. آقای آریان، به امروز بیایم، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته که چنین مباحثی رو نباید علنی کرد، در فضای عمومی مطرح کرد. نگرانی اونها از چیه؟ به باور من بایستی درست به عکس، بایستی اینها را آفتابی کرد. ببینید، برای اینکه نگرانیشون به خاطر اینی که اون اشتباهاتی رو که رخ داده، این اشتباهات ممکنه که رو بشه و به اطلاع مردم برسه. ببینید، بعد از جنگ ما سالهاست که از جنگ فاصله گرفتیم، 30 ساله که از جنگ فاصله گرفتیم. همیشه یک قرائت رسمی از جنگ بوده و هر کس اگر حرفی جز اون قرائت رسمی میزد بهش برچسب میزدن که شما خائن هستید یا اینکه شما دارین مغلطه میکنید و امثال اینا. حالا برای این نسل جدید یه فضایی باز شده که میتونند اون قرائت‌های رسمی رو زیر سوال ببرن. این بسیار به باور من جالب هست و خوب هست که مردم ایران بدونن. این میتونه راه گشا باشه و این میتونه از این سوالات و از این پرسش‌هایی که میکنن و جواب‌هایی که میشنوند میتونن واقعا درس بگیرن، به یک درس آموزنده برای آینده. نباید به هیچ وجه اینا رو لاپوشانی کرد و باید مسئله رو باز کرد که همه مردم از این آگاه باشن. متشکرم از حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل در بریتانیا، و مهدی طلعتی، پژوهشگر امنیت ملی دانشگاه زوریخ. برنامه رو باشن خبر کوتاه ادامه میدیم. امروز در تهران گروهی معترض جلوی دانشگاه تهران تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به حادثه واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد آغاز شد. معاون فرمانداری تهران گفته این تجمع پراکنده و غیرقانونی بوده و پایان یافته. او گفته گزارشی از دستگیری کسی به او نرسیده. این در حالی است که یکی از شاهدان به ما گفت که شاهد بازداشت چند نفر بوده.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید که قایق‌های تندروی این نیرو رادارگریز و مجهز به موشک‌های جدید می‌شوند. دریادار علیرضا تنگسیری گفته موشک‌های جدید بسیار سریعی بر روی شناورهای نیروی دریایی سپاه نصب می‌شوند. او گفته سپاه سریع‌ترین قایق‌های تندروی جهان را در اختیار دارد و در حال کار روی قایق‌های تندرو با سرعت بیش از 120 کیلومتر است. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید تولید انواع خودرو در آذر ماه امسال در مقایسه با همین ماه در سال گذشته بیش از 70% کاهش داشته. آذر ماه پارسال نزدیک به 137,000 خودروی سواری در ایران تولید شد که امسال این رقم در ماه قبل به بیش از 38,000 دستگاه رسیده که این کاهش معادل 72% است. انتشار این آمار در حالی است که رضا رحمانی وزیر صنعت ایران در اظهارات مکرر خود در هفته های گذشته از افزایش تولید خبر داده بود. وزیران کشور بریتانیا و فرانسه توافق کردند که با نظارت بیشتر بر کانال مانش مانع عبور پناهجویانی که به دنبال ورود به بریتانیا هستند بشوند. ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا و همتای فرانسویش توافق کردند با استفاده از روش‌هایی چون افزایش گشت‌های نظارتی و انهدام باندهای قاچاق انسان روند عبور پناهجویان از این کانال را کند کنند. در ماه‌های اخیر بیشتر کسانی که از این راه به سمت بریتانیا آمدند ایرانی بودند، از جمله 6 شهروند ایرانی که دیروز بازداشت شدند و 12 نفر هم امروز. بانک مرکزی ایران میگوید تا اطلاع ثانوی نرخ تورم را اعلام نمی کند. مدیر اداره آمار اقتصادی این نهاد با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران هم هر ماه نرخ تورم را اعلام می کند، گفته برای جلوگیری از سردرگمی و سوء تفاهم فعلا بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام نمی کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم آذر ماه امسال با 2.4% افزایش نسبت به ماه قبل به 18% رسید. همکارم بهرنگ تاجی روی این خبر کار کرده، الان با ماست. بهرنگ، این سردرگمی که بانک مرکزی ازش صحبت میکنه منظورش چیه؟ به نظر میاد اشارهشون کلن به اینه که هر ماه ما دو تا عدد مختلف میشنویم در مورد نرخ تورم. ببین، هر ماه مثلا فرض کن سوم آذر مرکز آمار میاد اعلام میکنه که نرخ تورم آبان ماه رسید به 15.6%، دو روز بعدش بانک مرکزی میاد میگه شده 18.4%، و این اختلافیه که همیشه ادامه داشته. ما اگه به نرخ تورم توی دو سال گذشته نگاه بکنیم، میبینیم که هر ماه عددی که بانک مرکزی به عنوان نرخ تورم اعلام کرده بیشتر از عددی بوده که بانک مرکز آمار اعلام کرده. به طور متوسط توی این بازه دو ساله تقریباً 2% بیشتر بوده. حالا الان بانک مرکزی اومده متوقف کرده اعلام نرخ تورم و همچنان نرخ تورم محاسبه میکنن، فقط به صورت عمومی اعلام نمیکنن. و این درست کی اتفاق میفته؟ این درست موقعی اتفاق میفته که اگر روند ماهای پیش ادامه داشت، نرخ تورمی که بانک مرکزی این ماه بعد اعلام میکرد احتمالاً یه عددی بالای 20% بود که از نظر روانی به هر حال نقطه مهمیه. و به نظر میاد که حداقل تا این مدتی که بانک مرکزی و مرکز آمار به یه توافقی برسن در مورد نحوه محاسبه، به معنی اینه که اون عددی که اعلام میشه عدد کمتر است، چون مرکز آمار همیشه عددی که اعلام کرده کمتر بوده. همین نحوه محاسبه شو میخواستم ازت بپرسم، چطور محاسبه میکنن که با هم متفاوته؟ ببین، برای نرخ تورم شما فکر میکنید اینه که چقدر اجناس نسبت به پارسال گرونتر شده، ولی مسئله اینه که نه بانک مرکزی، نه مرکز آمار، نه هیچ کسی که دیگه نمیتونه بره تک تک اجناس رو در تمام نقاط کشور مثلا قیمت بگیره و بیاد از روی این محاسبه کنه. کاری که میکنن اینه که میان یه سبد انتخاب میکنن، یه سبد از کالاها و خدمات، از گوشت گوساله چرخ کرده توش هست تا احتمالاً مثلا ویزیت دکتر یا حق اشتراک موبایل. خب، و این سبد رو میان میسنجن که قیمتش یا نسبت به قبل چقدر افزایش پیدا کرده و از روی اون افزایش درصد نرخ تورم رو میسنجن. حالا 3 چیز هست که توی این قضیه تأثیر میذاره. یکی اینکه شما چه کالاهایی رو انتخاب کنی بذاری تو سبد. ممکنه یکی مثلا یه طرف بیاد پرتقال بذاره، یکی دیگه بیاد سیب قرمز بذاره. دوم اینکه این به هر کدوم از این کالاهایی که توی سبد هستن چه سهمی بدی،
خب مثلا بانک مرکزی بیاد بگه اجاره بهای مسکن 37%، مرکز آمار بگه 30%، در نتیجه وزنشون تو سبد مهمه. و سومین نکته این که قیمت رو کجا بسنجن. بانک مرکزی عددی که اعلام میکنه مال مناطق شهریه، ولی توی عددی که به عنوان نرخ تورم مرکز آمار اعلام میکنه مناطق روستایی هم تو اون هست. الان اون وقت این 18% که اعلام کردن باز هم با چیزی که مردم میگن متفاوته، چون اونا که وقتی میرن خرید و کلا در زندگی روزانهشون احساس میکنن که نرخ تورم خیلی بالاتره. ببین این دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یه دلیلش اینه که تورم، اون نرخ تورمی که شما احساس میکنی با هر خانواده دیگه فرق میکنه، چون خریدایی که شما میکنید، جنسایی که شما میخری با خانواده دیگه فرق میکنه، نوع مصرفتون فرق میکنه. اون مسئله رو بذاریم کنار. دلیل دیگه اینه که ما این که اون سبد کالایی رو که در نظر گرفتیم دو جور میشه در واقع نرخ تورم رو از روش محاسبه کرد. یکی این که مثلا آذر امسال نسبت به آذر پارسال چقدر قیمت ها عوض شده، فرض کنید مثلا اونجوری به میگن تورم نقطه به نقطه، که اینجوری الان توی چند ماه اخیر مخصوصا این عدد داشته افزایش شدیدی پیدا میکرده. به گفته خود مثلا بانک مرکزی و مرکز آمار تو ماهای اخیر به بالای 35% رسیده بوده، داشت به نزدیک 40% میرسید. اما عددی که اقتصاددانا و سیاستمدارا براشون مهمتره یه چیزی به اسم تورم 12 ماهه. یعنی مثلا برای آذر میشه از میانگین قیمت این سبد کالا از دی پارسال تا آذر امسال نسبت به 12 ماه قبلش. دلیل اینم که این مهمه اینه که شما توی فصلی از سال ممکنه یه سری کالاها رو بیشتر بخری، توی فصلی از سال ممکنه یه سری کالاها رو کمتر بخری. بعد مخصوصا در مورد خوراکی قیمتا بالا پایین میره. اون چیزی که از نظر اقتصادی مهمه اون تورم 12 ماه هست، اما اون چیزی که مردم احساس میکنن تورم نقطه به نقطه است، که مخصوصا از بهار امسال با سرعت خیلی زیادی داشته بیشتر میشده. چرا؟ یه بخشش احتمالاً به خاطر بالا رفتن شدید قیمت ارز، یه بخشش به خاطر تأثیرات تحریم‌های خارجیه. ممنونم ازت، ممنون از توضیحاتت. همکارم بهرنگ تاشتی. ادامه برنامه. نمایشگاه عکس‌های هنری فر در موزه علوم طبیعی برلین. در آمریکا لینزی گراهام یکی از سناتورهای با نفوذ جمهوری خواه میگوید که پس از دیدار با رئیس جمهوری تا حدی خیالش درباره استراتژی آمریکا درباره سوریه راحت شده. دو هفته پیش دونالد ترامپ ناگهانی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی را از سوریه بیرون میکشد، اقدامی که انتقاد شدید بسیاری از سیاستمداران آمریکایی از جمله سناتور گراهام را در پی داشت. جزئیات بیشتر از شیار کن. جنگ شدید با باقیمانده داعش در شرق سوریه. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در 3 سال گذشته بی وقفه با حمایت هوایی آمریکا با داعش جنگیدند. دیروز مناطق دیگری را از داعش در منطقه دیر زور تصرف کردند. این در حالی است که تهدیدات ترکیه در مرزهای شمالی سوریه برای حمله به منبج ادامه دارد. ترکیه به اعزام نیرو و سلاح‌های سنگین بیشتر به مرزهای این کشور با مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه ادامه می‌دهد. 2 سال پیش نیروهای متحد کرد داعش را از منبج بیرون راندند. حال بسیاری از مردم این شهر نگران جنگی دیگر هستند. ما مردم ساده هستیم، تنها خواهان امنیت و صلحیم. نمیخوایم دوباره تیراندازی بشنویم. نباید زندگی تحت کنترل داعش رو فراموش کنیم. داعش ما رو تنبیه میکرد و از خونه هامون بیرونمون میکرد. 2 هفته پیش دونالد ترامپ متحدانش و رقیبانش را غافلگیر کرد. او اعلام کرد آمریکا نیروهایش را از سوریه به زودی بیرون خواهد کشید. اما دیروز یکی از سناتورهای با نفوذ حزب جمهوری خواه آمریکا پس از دیدار با دونالد ترامپ گفت رئیس جمهوری آمریکا به او اطمینان داده که خروج آمریکا از منطقه سریع نخواهد بود. رئیس جمهوری اطمینان داده که نیروهای ما را طوری خارج کند که کار داعش تمام شود. هدفی برای امنیت ملی ما. ایران نتواند جای نیروهای ما در سوریه را پر کند و از متحدان کرد ما حفاظت شود. به دنبال تصمیم دونالد ترامپ جمعه گذشته به درخواست کردهای سوریه تعدادی از نیروهای ارتش سوریه به منبج اعزام شدند.
حرکتی برای مقابله با تهدیدات ترکیه و متحدانش. طبعا الحوار جاری مع الحكومه السوريه. ما با دولت سوریه در حال گفتگو برای بازگشت نیروهای ارتش با حمایت نیروهای روسیه هستیم تا در مرز با ترکیه مستقر شوند. در حال حاضر نیروهای سوریه در داخل شهر نیستند و در مرز و مقابل نیروهای متحد ترکیه مستقر شدند. روز شنبه گذشته وزیر خارجه ترکیه به همراه هیئتی به مسکو رفت. هنوز مشخص نیست آیا روسیه به ترکیه برای حمله به منبج چراغ سبز نشان می‌دهد یا نه. امروز یکی از مقام‌های کرد سوریه از دیدار با مسئولان وزارت خارجه روسیه خبر داد. او گفته روس‌ها قول میانجیگری بین کردها و دولت سوریه را دادند. بدران چیاکرد رئیس دولت دموکراتیک خودمختار در شمال سوریه به خبرگزاری هاوار درباره ملاقات با روس‌ها گفت با میانجیگری روسیه به دنبال راه حلی برای حفاظت از مناطق شمال و شرق کشور در برابر تهدیدات ترکیه هستیم. با روس‌ها درباره گنجاندن منطقه خودمختار در قانون اساسی سوریه صحبت کردیم تا ثروت ملی یکسان بین همه شهروندان سوریه تقسیم شود. در چند روز گذشته هزاران شبه نظامی سوریه مورد حمایت ترکیه به مرزهای منبج رفتند. این در حالی است که نیروهای آمریکایی هنوز در منبج حضور دارند و جنگنده‌ها و هلیکوپترهای ائتلاف به رهبری آمریکا در آسمان این منطقه دیده می‌شوند. ژیارگل، BBC. محسن میرانی مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از تامپا در آمریکا با ماست. آقای میرانی، 19 دسامبر تقریبا دو هفته پیش دونالد ترامپ یک توییت غیرمنتظره کرد، گفت داعش شکست خورده، ما به سرعت نیروهامون رو خارج میکنیم. امروز توییت کرده که ما به کندی نیروهامون رو خارج میکنیم و در حین خروج کماکان با داعش میجنگیم. این اختلاف از کجا میاد؟ با عرض سلام، یکی از قول‌های مهمی که رئیس جمهور آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتی خودش داد این بود که جنگ‌های تمام نشدنی، به قول ایشون جنگ‌های تمام نشدنی آمریکا رو در خاورمیانه تمام بکنه، یعنی جنگ افغانستان، جنگ عراق و شاید هم جنگ سوریه. بنابراین در این چند ماه، در این یک سال اخیر به گفته خود آقای ترامپ، ایشون دو بار از ارتش آمریکا خواسته بوده که نیروهای آمریکا را از سوریه بیرون بکنن. بار اول ارتش خواستار اون بوده که 6 ماه بهشون وقت بدن که آقای ترامپ این وقت رو داده، و بعد موقعی که بعد از یک سال التیماتوم ایشون ارتش نتونسته نیروهای خودش رو بیاره بیرون، ایشون تصمیم گرفت که اعلام کرد که میخواد ارتش آمریکا، یعنی 2000 خورده نفر رو از خاک سوریه کاملا بیاره بیرون. و این تصمیم در رابطه با یک مسئله خیلی مهم، و این مسئله مهمیه که رابطه راهبردی آمریکا با ترکیه بعد از این تصمیم خیلی نزدیکتر شده، و آقای ترامپ به نظر میرسه به این نتیجه رسیده که رابطه آمریکا با ترکیه خیلی مهمتر از مسئله کردها هست. اما موقعی که ایشون این تصمیم رو گرفت، عکس العمل خیلی شدیدی در داخل آمریکا هم از طرف جمهوری خواها و هم از طرف دموکرات ها علیه ایشون شد. به یک دلیلش این بود که ایشون این تصمیم رو بدون مشارکت با مقام های مهم امنیتی و سیاسی آمریکا گرفته بود، و به خاطر همین هم وزیر دفاع آمریکا استعفا کرد. بعد هم تمام مخالفین آقای ترامپ اعلام کردند که این تصمیم آقای ترامپ دو عامل خیلی بد خواهد داشت برای آمریکا. یک اینه که ایران، ترکیه، سوریه و روسیه رو قوی‌تر خواهد کرد، و دوم این که خروج نیروهای آمریکایی به داعش این اجازه رو میده که دوباره برگردن و دردسر برای منطقه به وجود بیارن. معمولا آقای ترامپ مواضع اول خودش رو موضع خیلی شدیدی میگیره، اگر با عکس العمل جدی روبرو بشه یک مقداری تغییر میده در سیاست خودش، ولی بعد معمولا برمیگرده به موضع اول خودش. حدوداً 2000 نیروی آمریکایی قطعاً گفته میشه که در سوریه حضور دارن، میگن که عده‌ای معتقدن که احتمالاً بیشتر. این 2000 نیرو قراره که به کندی مشخص است چه جوری خارج بشن الان با این تغییر موضع آقای ترامپ؟ صحبتی که آقای سناتور گرام کرده که در تضاد با صحبت‌هایی که آقای
رند پال کرده که یک سناتور دیگری آمریکا است که اون هم از متحدین آقای ترامپ ولی موافق خروج نیروهای آمریکایی، به نظر من یه مقداری توش تضاد داره. آقای گرام گفته که رئیس جمهور آمریکا قول داده که خروج نیروهای آمریکایی موقعی انجام میشه که ایران نتونه خلأ قدرت رو پر بکنه، موقعی که کوردها محافظت ازشون بشه و بعد اینی که داعش بر نگرده و داعش کاملا نابود بشه. حالا شما چطوری میخواهید این سه برنامه رو انجام بدید؟ موقعی که سربازاتون رو میخواهید یواش یواش از اینجا بیرون بیارید معلوم نیست. اما به نظر میرسه مسئله خیلی مهمی که همین امروز به نظر من، حداقل من امروز این خبر رو شنیدم، اینه که نخست وزیر اسرائیل که در سفری هست در برزیل اعلام کرده که به زودی از وزیر خارجه آمریکا تقاضا خواهد کرد که آمریکا این تصمیم خودش رو دوباره مطالعه بکنه و عقب نشینی خودش رو خیلی آرام انجام بده. بنابراین با آمدن مسئله اسرائیل تو این حسابات به نظر میرسه که فعلا به گفته آقای سناتور گرام آمریکا تصمیم گرفته که یک مکسی در عقب نشینی سربازهای خودش داشته باشه. خب با این اوصافی که شما میفرمایید، آقای ترامپ هم میخواد رجب طیب اردوغان راز نگه داره، هم نتانیاهو رو راز نگه داره. به هر حال فکر میکنین کی خوشحالتر خواهد بود در پایان؟ رفتن آمریکا از منطقه، از منظرات میخوام، از سوریه مسلماً به نفع آقای اسد، به نفع سوریه، به نفع جمهوری اسلامی و به نفع ترکیه است. ولی اگر آمریکا بخواد هم ترک ها رو راضی نگه داره، هم اسرائیل رو راضی نگه داره، هم جلوی نفوذ ایران رو بگیره، هم کردها رو به اصطلاح محافظت کنه، معلوم نیست که چطوری اینها میخوان این کار رو انجام بدن. بنابراین فعلا با در نظر گرفتن مسائل داخلی آمریکا، فعلا آقای ترامپ به این نتیجه رسیده که باید به جای عقب نشینی کامل و سریع یک مکسی بشه تو این کار که مذاکرات شروع بشه و شاید بتونن یه راه حلی گیر بیارن. مسئله عمده به نظر من فعلا برای آدمای مثل آقای گرام اینه که کردها از بین نرن، یعنی ترک‌ها حمله نکنن و این حمله طوری باشه که کردها که یک متحد خیلی مهم به آمریکا هستن نابود بشه. متشکرم. محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدا جنوبی. در آستانه برگزاری نشست صلح جده، وزارت خارجه ایران گفته دیروز هیئتی از طالبان به تهران رفته تا راهکاری برای پیشبرد روند صلح افغانستان پیدا کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفته هیئت طالبان دیروز در تهران با عباس عراقچی معاون وزارت خارجه گفتگو داشته. آقای قاسمی تاکید کرده که دولت افغانستان در جریان این دیدار بوده. نمایندگان طالبان در نشست ابوظبی که چندی پیش برگزار شد دیدار با هیئت حکومت افغانستان را رد کردند. برای صحبت بیشتر در این باره عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا، از واشنگتن با ماست. آقای صمد، هفته گذشته آقای شمخانی رفته بود کابل و دیروز که طالبان اومدن تهران و بعد هم قراره که دوباره آقای عراقچی ظرف دو هفته به کابل بره، به افغانستان بره دوباره. شما اهمیت این مذاکرات رو قبل از مذاکرات صلح جده چطور میبینید؟ بله، عایز اهمیت است، چون قسمی که گفتین دید و بازدیدها بین افغانها و ایرانیها بیشتر شده، بلخصوص بین طالبان و ایران، چیزی که در گذشته به آسانی اقرار به این نمیشد. ولی حالا معلوم است که روابط بین طالبان و ایران به یک سطح بالاتر قرار گرفته و در عین زمان ما شاهد از این بودیم که گفت‌وشنودهای در ارتباط با صلح در افغانستان و دیدار بین جناح‌های متخاصم افغانی نه تنها که در داخل افغانستان جریان داشته، بلکه شاهدش ما بودیم در دوحه، در قطر، همچنان اخیراً در ابوظبی در امارات عربی و همچنان در مسکو. و قرار است که قسمی که شما فرمودین در جده هم تا چند روز دیگه نشست دیگه در اونجا صورت بگیره.
این موضوع حالا برمیگرده به این که آیا ایران فکر میکنه که از موضوعات کمی به دور مانده و میخواه که خودش هم داخل میدان باشه و یک قطب دیگه سخن و گفت و شنود باز کنه، یا این که میخواه که بین حکومت کابل و طالبان کنم میانجیگری بکنه. من فکر میکنم که رفت آمده های بین کابل و تهران و بین طالبان و ایران همه امکان از این را باوجود آورده تا دید و بازدید ها و گفت و شنود ها چندین بودی شوند. و بالاخره سوال داری است که آیا امریکایی ها و امی پروسیه را که آقای خلیزاد برای انداخته میتونه همه اینا را دور یک محور جمع کنه یا ای که امچنان پراگنده باقی میمونه؟ چقدر ایران اصلا نفوذ داره روی طالبان برای اینکه بخواد این وسط میانجیگری کنه؟ خب ما شما از تاریخچه طالبان و ایران از دهه 1990 تا به حال خبر هستیم که مشکلات زیادی در اون زمان بود و به مرور زمان با ظهور داعش در 3-4 سال گذشته در افغانستان و گروه های تروریستی که ایران اونا رو تهدید میدانه و روسیه هم اونا رو تهدید میدانه و تا حدی هم چین تهدید میدانه، من فکر میکنم که ایرانی ها مجبور شدن تا یه رشته سخن با طالبان باز کنن تا از اونا یک استفاده ابزاری صورت بگیرد، چون طالبان مشکلات و دشمنی خاص با داعش هم دارند، در حالی که داعشی که در افغانستان و پاکستان است یک گروهی هست که تا حد زیاد هنوز مجهول الهویه است و معلوم نیست که ریشه هایش آیا به شرق میانه برمیگرده یا اینکه ریشه های منطقوی دارد. به هر صورت من فکر میکنم که ایران و طالبان تا یک حدی را میتونن که در رابطه خود به پیش برن، یقینا در یک جایی میرسه که امکان داره که نظریاتشان و منافعشان در تقابل قرار بگیره، ولی فعلا موضوع این است که در روند صلح افغانستان کیها نقش بازی کنند و کیها حرفشان روی میز باشه و حرفشان در اونجا شنیده شود و گرداننده از این پروسه کی خواهد بود. من فکر میکنم ایران در این مقطع خواسته که نشان بدهد که یک بازیگر مهم است و در عین زمان حکومت کابل که باز مشکلات هم داخلی داره و هم در پروسه صلح تا به حال کاملا دخیل نیست و با طالبان نتانسته که روی یک میز بنشینه، امکان داره که بخواهد که باز کشورهای دیگه در این مقطع یک نقش مثبت‌تری را به نفع حکومت کابل هم بازی کنند. همونطوری که خودتون هم اشاره کردی کشورهای خیلی زیادی دخیل هستن الان در این مذاکرات، عربستان و امارات و روسیه و الان ایران و کشورهای دیگه، آیا این باعث پیچیده تر شدن این روند نمیشه؟ یقینا که پیچیده شده به مرور زمان و از این هم به بعد امکان داره یک مرحله پیچیدگی تازه در اینجا پیدا شوه، ولی من فکر میکنم که هدف همگانی امی است که مشکل افغانستان یک راه حل سیاسی پیدا کنه، ولی ماندار دیدگاه ها فرق میکنن، منافع هر کدام فرق میکنن. امکان داره که ایرانی ها اساسیتشان در برابر ای که بعضی کشورهای عربی که با اونها تنش وجود داره در قضیه افغانستان بیشتر از گذشته شده، ای باعث یک اندازه فعالیت بیشتر شده باشه در چند روز اخیر. در عین زمان در یک مقطعی میرسه که باید افغانها خودشان صاحب از این پروسه شوند که دو نه تنها که حکومت افغانستان باید شامل باشه، بلکه تمام اقشار سیاسی و مردمی و اجتماعی افغانستان هم خود دو دخیل بدارن تا شود که این یک پروسه افغانی باشد، چون مشکل اگر یک مشکل بین یک جنای افغانستان است که طالبان اسم خود گذاشتن و می جنگن با اونا باید کنار بیایند. در این زمان ما می دانیم که بازی های منطقوی وجود داشته، حتی امکان داره که جنگ های نیابتی هم در آینده شکل دیگه بگیره و مردم افغانستان به هیچ صورت خواهانی نیستند که افغانستان به یک میدان جنگ نیابتی مشکل و پیچیده جدید مبدل شود. ممنونم ازتون عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا. امروز مجلس نمایندگان افغانستان بودجه سال 98 را با اکثریت آرا تصویب کرد. سقف این بودجه 5.3 میلیارد دلار است. دولت افغانستان گفته برای اولین بار نزدیک به نیمی از بودجه ملیش را از درآمد داخلی تامین می کند. جزئیات بیشتر از بشیر پیمان در کابل.
با استثناء 7 کارت سرخ به اکثریت بودجه سال مالی 1398 به تصویب رسید. تصویب بودجه ملی افغانستان از سوی مجلس نمایندگان، اما این بار بدون تأخیر و برگشت. وزارت مالیه میگوید سند بودجه را با در نظر داشت پیشنهادات نمایندگان مجلس تدوین کرده بود تا ایرادی در کار نباشد. بودجه سال 1398 خورشیدی افغانستان نزدیک به 400 میلیارد افغانی که بیش از 5 میلیارد دلار آمریکایی می شود است. حدود 70% آن بودجه عادی است که صرف معاش کارمندان دولت و کارهای اداری می شود. 31% دیگر بودجه توسعه‌ای که برای پروژه های انکشافی در نظر گرفته شده. بیش از نیمی بودجه افغانستان از کمک های جامعه جهانی تأمین می شود. کشوری که 8% کسر بودجه هم دارد. بشیر پیمان، بی بی سی، کابل. موزه علوم طبیعی برلین این روزها میزبان عکسهایی از هنری فر، عکاس مطرح نیویورکی و از طرفداران سرسخت محیط زیست است. امکان ندارد وارد این نمایشگاه شوید و در یک نگاه به واقعیت نهفته در پشت تصاویر پی ببرید. اما وقتی متوجه شوید به چه چیزی نگاه میکنید، شوکه میشوید. مریم انصاری شما رو به دیدن این نمایشگاه میبرید. اینها نقاشی های آبستره نیستند. تصاویری واقعی هستند. بدون هیچ دستکاری در رنگ یا طرحان. از طبیعتی دفرم شده توسط انسان. موزه علوم طبیعی برلین برای دایناسورهایش معروف است و نمایشی جذاب از روند شکل‌گیری هستی از میلیون ها سال پیش تا کنون. و حالا نمایشگاهی که ما را با روند نابودی این هستی به دست خود ما روبرو می کند. عکسایی که هنری فر گرفته هم زیباست هم عجیبه. اون کاری کرده که وقتی در مقابل این عکس وای میستید از خودتون بپرسید این تصویر چیه؟ و پاسخی که میگیرید چندان زیبا نیست. این عکس محبوب خیلی هست. دختر بچه ها جلوی این عکس میستن و باهاش سلفی میگیرن و وقتی بهشون میگیم دارین به مدفوع خوک نگاه میکنین حسابی شوکه میشن. این دریاچه مدفوع خوک در آمریکا در فضای باز تلمبار میشه. چند ماه پیش طوفان فلورانس کارولینای شمالی رو در نوردید و این دریاچه مدفوع رو در تمام منطقه پخش کرد. رنگ صورتیش هم به خاطر هورمونیه که توی خوراک خوک‌ها میریزن. هنری فر سال هاست با دوربین خود زخمهایی را که بشر بر جای جای کره زمین زده مستند می کند. نمایشگاه شما را با این سوال حیاتی درگیر می کند که امکانات رفاهی و نیاز ما به انرژی با چه هزینه‌ای برای محیط زیست تامین می شود. در جریان حفاری بریتیش پترولیوم در سال 2010 در خلیج مکزیک انفجاری مهیب رخ داد. نزدیک به 796 میلیون لیتر نفت وارد آب شد. در نگاه اول شبیه آتش بر آب میمونه، ولی این مواد شیمیایی هستن که برای نشست نفت بر کف اقیانوس روی سطح آب ریختن. تأثیرات وحشتناک این مواد سمی کمتر از خود نفت نیست. این یه فاجعه جبران ناپذیر بود. هنری فر اون موقع به اونجا پرواز کرد و صحنه هایی که دید تو همه عمرش تحت تأثیر قرارش داد. عکاس میگوید هنر برای ایجاد تغییر است و حساس کردن شهروندان به آنچه در زندگی روزمرهشان می گذرد. دو خط موازی مانند دو شریان بر خاک. اینها رد چرخهای یک بیل مکانیکی در معدن آلومینیوم است. این عکس رو انگار از کره ماه گرفتن. این رنگ های زیبا در حقیقت پسمانده های تولید آلومینیومیه. یک پسماند به شدت سمی. چند سال پیش بر اثر فرو ریختن سدی در مجارستان یکی از محفظه‌های بزرگ نگهداری این پسماندها خراب شد و این مواد را در روستاهای اطراف رود دانوب پخش کرد. به هر کجای نمایشگاه که سر بکشید با گوشه ای از خرابکاری بشر روبرو می شوید. شیارهایی که در آنها آب اسیدی و سایر مواد شیمیایی جاری است، به جا مانده از حفاری‌های معدن زغالسنگ در هومباخر فورست. جایی که زمانی جنگلی 12,000 ساله در استان نوردرن وستفالن آلمان بود. از درختان این جنگل تنها 10% باقی مانده. وقتی با واقعیت نهفته در این عکس آشنا می شوید، دیگر رنگ‌های شاد آن شما را به وجد نمی آورد. این چشم‌اندازهای مرموز
تصویر خود ما در طبیعت را منعکس کردند. مریم انصاری، موزه علوم طبیعی برلین. هنوز در خیلی از نقاط دنیا از جمله همینجا در بریتانیا سال 2018 به پایان نرسیده. اما در نقاط شرقی کره زمین از جمله نیوزیلند و استرالیا سال 2019 آغاز شد. اینجا حدوداً 4.5 ساعت دیگه سال تحویل تصاویر زنده‌ای داریم از پاریس، جایی که بسیاری از مردم در شانزلیزه جمع شدن برای تماشای آتش‌بازی لحظه سال تحویل. البته کمی زوده برای اینکه جمع شدن، ولی خب مشتاقان شروع سال 2019 خودشون رسوندن به شانزلیزه برای تماشای آتش‌بازی این شب. همونطور که باران گفت، در نیمکره شرقی در بسیاری از کشورها سال تحویل شده، سال 2019 آغاز شده. این بخش خبری رو با تصاویری از آتش‌بازی‌ها و مراسم آغاز سال نو در این مناطق به پایان می‌بریم. شب بخیر. We'll be right back.